با اشکان صفایی همکارم از اورشلیم همراه میشیم اشکان امروز یوم کیپور در اسرائیل هست و یکی از مهمترین روزها در تقویم یهودی بیشتر درباره این روز که در سایه جنگ برگزار میشه به ما بگو امروز هم در واقع همچنان جنگ ادامه داره لارق به اینکه مقدس این روز برای یهودیان در سال هست اولین بار هست باید گفت بعد از 51 سال که در این روز اسرائیل مشغول جنگ از صبح بارها آژیر خطر در مناطق مختلف اسرائیل از جمله در شهر حیفا و شهرهای جنوبی تر از حیفا به صدا در اومده در مورد آژیر خطری که در شهر حیفا و اطراف اون به صدا در اومد ارتش اسرائیل گفته که دو پرتابه رو که از جنوب لبنان شلیک شده بودند رهگیری کرده توضیح نداده که آیا این پرتابه ها موشک بودند و یا راکت بودند در این گونه موارد در بسیاری از این موارد بعدا گفته شده که پرتابه ها موشک بودند که باعث به صدا در آژیر خطر در ده ها شهر میشن به صورت همزمان از اون طرف حملات ارتش اسرائیل هم در لبنان ادامه داره هرچند که شاید در سطحی کمتر تصاویری که از بیروت منتشر شده حتی در زمان فرود هواپیمای قالیباف نشون میده که دود داره در بخشهایی از شهر همچنان به آسمان میره سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اویخای ادرعی هم یک توییتی زده ظهر امروز به وقت محلی و از ساکنان سخنان 22 روستای دیگر در جنوب لبنان خواسته که محل زندگیشون رو این روستاها رو ترک کنن و به سمت شمال برند و گفته که ارتش اسرائیل عملیاتش رو به این روستاها هم گسترش خواهد داد همه اینها در حالی هست که با همونطوری که گفتم قالیباف هم امروز به لبنان رفته و در زختی که به اونجا رسیده گفته که جمهوری اسلامی رفته که بگه که جمهوری اسلامی به هر وسیله ای از مقاومت به گفته او حمایت خواهد کرد نکته ای که در دو در واقع در دو مقاله ای که در دو روزنامه راستگرا در جمهوری اسلامی هم منتشر شده جامعه ارگان صدا و سیما و همچنین روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در دو مقاله‌ای که به شکلی حالا نمیخوایم وارد توری توطعه بشیم اما در روز یوم کیپور مقدس در این روز سال برای یهودیان منتشر شده روزنامه جامع جمع در اون مقاله‌ای که منتشر کرده و در واقع اسرائیل رو متهم کرده که قصد داره که بخشای بزرگی از خاورمیانه تا ایران رو اشغال کنه از تصویری استفاده کرده که یک مرد یهودی مذهبی رو نشون میده که داره شیپور مذهبی یهودیان که برای روز یوم کیپور و همچنین سال نو عبری زده میشه رو داره در اون داره میدمه و از اون طرف در مقاله ای که در واقع سر مقاله ای که روزنامه جواب منتشر کرده هم به نوعی به یک سری در واقع تئوری‌های های یهود ستیزانه سنتی حتی اشاره شده و یهودیان رو سرمایه سالاران توصیف کرده متشکرم از تو اشکان همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما